سرخط خبرها. پیامد خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه. کردها میگویند برای دفع حمله احتمالی ترکیه همکاری با دولت اسد را بررسی میکنند. تایید مرگ رهبر القاعده شبه قاره هند. دولت افغانستان میگوید عاصم عمر در هلمند کشته شد. پیگیری پرونده یک زندانی دو تابعیتی در ایران. وزارت خارجه بریتانیا میگوید بازگرداندن نازنین زاغری از اولویت‌های دولت است. و توده‌های عظیم چربی در فاضلاب شهری تهدیدی برای سلامت شهروندان و محیط زیست. سلام، عصرتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. در پی خروج نیروهای آمریکایی از شمال شرق سوریه، شبه نظامیان کرد میگویند برای دفع حمله احتمالی ترکیه همکاری با دولت بشار اسد را بررسی میکنند. دولت سوریه هم گفته که برای بازگشت کردها به زیر چتر حمایتیش آماده است و از تمامیت ارضی سوریه دفاع خواهد کرد. ترکیه میگوید همه مقدمات حمله به شمال شرق سوریه آماده شده و عملیات علیه نیروهای کرد ممکن است هر لحظه شروع شود. باران عباسی گزارش میدهد. تانک‌های ارتش ترکیه آماده پیشروی به آن سوی مرز، منطقه تحت کنترل کردهای سوریه. رئیس جمهوری ترکیه که این نیروها را تروریست می‌خواند، گفته دستور حمله ممکن است هر لحظه صادر شود. چند صد نیروی آمریکایی که تا دیروز مانع حمله ترکیه به کردها بودند، از مواضعشان در روستاهای مرزی سوریه عقب نشینی کردند. کردها متحد اصلی آمریکا در جنگ با داعش میگویند آمریکا با این تصمیم از پشت به آنها خنجر زده. دولت ترامپ با این کار به دموکراسی و ارزش‌های انسانی و به نیروهای دموکراتیک سوریه خیانت کرده. ترامپ به امید این نیروها خیانت کرده. ترامپ امید کسانی رو که می‌خواستن داعش نابود بشه ناامید کرده. این تصمیم تأثیر منفی روی نیروهای دموکراتیک سوریه و گروه‌های مختلف قومی و مذهبی ساکن سوریه خواهد گذاشت. اما فقط کردها نیستند. تصمیم رئیس جمهوری آمریکا انتقاد بسیاری از سیاستمداران آمریکایی حتی همحزبی‌هایش را به دنبال داشته. این تصمیم باعث میشه داعش دوباره قوی بشه. هیچ چیزی برای داعش بهتر از دعوای فعلی ترکیه و کردها نیست. کردها حالا مجبور میشن با دولت بشار اسد متحد بشن چون دیگه کسی رو ندارن که روش حساب کنن. در پاسخ به انتقادها، دونالد ترامپ از تصمیمش برای خروج از شمال شرق سوریه دفاع کرد، اما در این حال به ترکیه هشدار داد از خط قرمز آمریکا عبور نکند. همونطور که پیشتر هم قویاً هشدار دادم، دوباره تاکید میکنم که اگه ترکیه از خط قرمز من عبور کنه، اقتصاد ترکیه رو ویران خواهم کرد. ایران از عقب نشینی نیروهای آمریکایی استقبال کرده، اما حمله احتمالی ترکیه را نگران کننده خوانده. چنین اقدامی در صورت وقوع نه تنها نگرانی های امنیتی ترکیه را برطرف نخواهد کرد، بلکه منجر به وارد آمدن خسارات مادی و انسانی گسترده‌ای خواهد شد و بر این اساس جمهوری اسلامی ایران با هر گونه عملیات نظامی احتمالی مخالف است. انتقادهایی که به نظر نمی‌رسد تأثیری در تصمیم ترکیه برای حمله به شبه نظامیان کرد گذاشته باشد. این منطقه است که ترکیه میگوید در نظر دارد آوارگان سوری را که فعلا در ترکیه ساکنند در آن اسکان دهد. اما ترکیه هیچگاه تلاش برای دور کردن کردها از خط مرزیش را پنهان نکرده. در مرز ترکیه و سوریه فضایی از انتظار حاکم است. وسعت عملیات ترکیه تا کجا خواهد بود؟ کردها را به کدام سو خواهد کشاند و تاثیر آن بر بقایای نیروهای داعش چه خواهد بود؟ باران عباسی، بی بی سی. علی سعدزاده، تحلیلگر جهان عرب از فرانکفورت با ماست. آقای سعدزاده، انتظار این رو داشتید که کردها به نوعی چراغ سبز نشون بدن به بشار اسد؟ بله، چون کردها رابطه شون با بشار اسد فرق میکرد با دیگر نیروهای مخالف بشار اسد. حتی جاهایی هم با همدیگه همکاری کردن و احتمال داره که اگر تشخیص بدن که خطر بسیار بزرگ هست، بشار اسد رو به ترکیه ترجیح خواهند داد و خیلی حدس میزنند که اگر ترکیه واقعا دست به عمل بزنه، احتمال نزدیکی کردها به بشار اسد وجود داره. فکر میکنید که این نزدیکی ممکنه مانع ترکیه از انجام این عملیات بشه؟
میتونه یکی دلایل باشه. دلایل دیگر این است که من فکر میکنم برای ترکیه بسیار بسیار عمل مشکلی باشه اگر برنامه‌ای به این وسعتی که آقای اردوان اعلام کرده، یعنی در یک منطقه 30 کیلومتر به اصطلاح عرض یا 30 کیلومتر عمق در خاک سوریه و 450 تا 480 کیلومتر ارتفاع به درازا در چنین منطقه‌ای در برابر نیروهای کرد بخواد بایسته، من فکر نمی‌کنم حتی از نظر نظامی کار بسیار ساده‌ای باشه برای ترکیه. فراموش نکنیم کردها در این مدت موفق شدن 100 هزار نیرو داشته باشند و نیروهای آزموده هستند. علاوه بر این همونطور که شما در گزارش میگفتید خطر داعش هست، یعنی تو کردها موفق شدن تا به حال واقعا داعش رو پس بزنن و 10,000 داعشی به عنوان زندانی دارن، کم یا بیش تهدید کردن که اگر به ما حمله بشه ما این داعشی ها را آزاد خواهیم کرد و اینها پراکنده خواهند شد در سطح جهان. به همین دلیل هم اروپا ناراضی از این حمله. علاوه بر این اگر ترکیه حمله بکنه به اونجا و این قصدی که داره انجام بده، یعنی 2 میلیون عرب ساکن ترکیه رو، آوارگان سوری رو بیاره و در این مناطق اسکان بده، در حقیقت ترکیب جمعیتی اون منطقه به هم میخوره و یک موج آواره به وجود میاد. وقت ترکیه باید با این موج آواره جدید روبرو باشه. اینی که تبعات این حمله رو من فکر نمی‌کنم مقامات ترکیه به درستی حساب کرده باشن. چنانچه ترکیه این عملیات رو انجام بده و اگر که کردها و دولت بشار اسد به یک توافقی برای همکاری برسن، آیا میشه گفت که این به نوعی یک جنگ تمام عیار بین ترکیه و سوریه خواهد بود؟ قاطعا چنین خواهد بود و سوریه هم، یعنی بشار اسد ترجیح میده که با کردها همکاری بکنه و علیه ترکیه به اصطلاح وارد عمل بشه و این چیزیست که اصلا ترکیه براش قابل قبول نیست. من فکر میکنم که این برنامه ترکیه اونجوری که آقای اردوغان میخواد به پایان نرسه. همین الان هم با عکس العملی که از آمریکا، از درون جمهوری خواهان، از اروپا و جاهای دیگه آمده، میبینید که خود آقای ترامپ هم عقب نشینی کرده و بعضی ها حدس میزنن که نیروهای ترکیه بیشتر از تل ابیض، به اصطلاح شهر نزدیک اون جایی که نیروهای ترکیه الان ایستادن، بیشتر نخواهند رفت و اون چیزی رو که قبلا اعلام کردن عملی نخواهند کرد. حدس این است که عملیات ترکیه محدود خواهد بود. متشکرم علی سعدزاده، تحلیلگر جهان عرب با ما. منطقه سبز بغداد بعد از 5 روز دوباره برای رفت آمد باز شده. در پی نارامی های اخیر این منطقه که مقر ساختمان های دولتی و سفارتخانه هاست بسته شده بود. به گفته یک مقام دولت عراق، بعد از وعده نخست وزیر برای اصلاحات و محاکمه مامورانی که به معترضان شلیک کردند، آرامش و ثبات به شهر برگشته. درگیری ماموران امنیتی با معترضانی که علیه فساد، بیکاری و ضعف خدمات عمومی تظاهرات می کردند، بیش از 100 کشته و هزاران زخمی به جا گذاشت. دادستان کرمان از محاکمه متهمان به تلاش برای ترور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داده. دادخدا سالاری گفته آنها به مشارکت در اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی ایران، محاربه و کمک به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانگان محاکمه می‌شوند. هفته پیش رئیس سازمان اطلاعات سپاه گفته بود 3 نفر از ماموران سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیلی و عربی که می‌خواستند سرلشکر سلیمانی را در زادگاهش کرمان ترور کنند، بازداشت شدند. نماینده شیراز در مجلس ایران شهرداری را مسئول اصلی جاری شدن سیل مرگبار در فروردین ماه امسال معرفی کرد. بهرام پارسایی گفته هیئت تحقیق مجلس با استعلام از مراجع مختلف و بازدید از محله‌های سیل زده شیراز، عامل اصلی سیل را دخل و تصرف شهرداری‌های وقت در مسیر دروازه قرآن و شهرک سعدی تشخیص داده. سیل در شیراز جان دست کم 21 نفر را گرفت. رضا مددی، رزمیکار ایرانی در رقابت‌های UFC، گفته که در مسابقات استکهلم با یک حریف اسرائیلی مبارزه خواهد کرد. آقای مددی گفته بعد از این مسابقه نمی‌تواند به ایران برگردد، اما می‌خواهد قبل از خداحافظی از دنیای قهرمانی این تابو را بشکند. او گفته انتخاب یک حریف اسرائیلی خواست خود او بود. دولت افغانستان تایید کرده که رهبر القاعده شبه قاره هند در عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان و آمریکایی کشته شده. اداره امنیت ملی افغانستان گفته عاصم عمر اهل پاکستان بود و 2 هفته پیش در ولسوالی موسا قلعه ولایت هلمند هدف حمله قرار گرفت. گفته شده که در این عملیات 6 عضو دیگر گروه القاعده هم کشته شدند. خبرنگار ما علی حسینی از کابل به ما پیوسته. علی، از این حمله بیشتر به ما بگو.
اداره امنیت ملی از این 6 نفری که کشته شده که عضو القاعده شده به عنوان حلقه رهبری این گروه در افغانستان نام برده و همچنین گفته که در کنار عاصم عمر فرد دیگری هم کشته شده که واسطه و رابطه بین عاصم عمر و همچنین ایمن الزواهری رهبر القاعده بوده به نام ابو ریحان. اشاره بیشتری نشده که این عملیات چگونه انجام شده، اما حدود 2 هفته پیش یا همین دور و برای یک عملیاتی هم در ولسوالی مساقله تقریبا همین جایی که این عملیات صورت گرفته انجام شده و در اون زمان امنیت ملی اعلام کرده بود که یک گروه یک حلقه از رهبران القاعده و نیروهای خارجی را از بین بردن، گرچه در اون حمله هم شماری از غیر نظامی ها هم کشته شده. در اعلامیه امنیت ملی اشاره‌ای به ربطی داده نشده به این عملیات، اما بعضی از گمان زنی حاکی از آن است که احتمالاً همین عملیاتی باشه که حدود 2 هفته پیش یا 10 روز پیش هم بحثش مطرح شد. به هر حال نام عاصم عمر حدود 10 ماه قبل هم به میان آمد، زمانی که یکی نفر دیگر از القاعده در عملیات نیروهای امنیتی جان خود از دست داده بود به نام عمر خطاب. درباره خود این عاصم عمر چی میدونیم؟ همونطور که گفتی پاکستانی است و قبلا در هند به دنیا آمده اما به پاکستان مراجعت کرد، تحصیلات دینی خود را در پاکستان انجام داد. در سال 2014 زمانی که ایمن الزواهری شاخه القاعده برای شبه جزیره هند را پایه‌گذاری و اساسش را اعلام کرد که عاصم عمر به عنوان رهبر این گروه است و هدف این شاخه گروه القاعده برای شبه قاره هند هم کشورهایی از پاکستان، میانمار، بنگلادش و هند تا در این کشورها به گفته خودشان دولت اسلامی را ایجاد کنند. متشکرم. علی حسینی از کابل با ما. معاون وزیر خارجه بریتانیا در پارلمان این کشور گفته که بازگرداندن نازنین زاغری، 2 تابعیتی ایرانی بریتانیایی که در تهران زندانی است، از بالاترین اولویت‌های بریتانیا است. دیروز در مجلس از دولت سوال شده بود که چگونه نتوانسته بعد از 3.5 سال خانم زاغری را به بریتانیا برگرداند، در حالی که استرالیا توانسته در مدت کوتاهی اتباع زندانیش در ایران را آزاد کند. بحث ها در پارلمان در حالی بالا گرفته که ایران گفته حاضر است خانم زاغری را در چارچوب راه حلی برای همه مسائل بین دو کشور آزاد کند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. نازنین زاغری و دخترش گابریلا قبل از دستگیری در ایران بیش از 3.5 سال پیش. آزادی او حالا یکی از بالاترین اولویت های بریتانیا است. دیروز در مجلس بریتانیا سوالی فوری از دولت درباره نازنین از طرف نماینده پارلمان از حوزه انتخابی او در شمال لندن. اگر استرالیا توانسته زندانیهایش را در ایران فوراً آزاد کند، چرا بریتانیا نتوانسته نازنین را به کشور برگرداند؟ رفتار ایران با 2 تابعیتی‌های ما و از جمله نازنین غیرقانونی است و غیرقابل قبول و باید ایران به آن خاتمه بدهد. اما هیچ شکی نداشته باشید این موضوع یکی از بالاترین اولویت‌های دولت است. معاون وزیر خارجه بریتانیا توجه نمایندگان را به این موضوع جلب کرد که استرالیا اتباعش را آزاد کرد، کسانی که 2 تابعیتی نبودند، در حالی که ایران نازنین را تبعی ایران تلقی میکند. نماینده مجلس از حوزه انتخابی نازنین تولیپ ستیک پرسید که بریتانیا در هفته‌های اخیر از یک سو یک نفتکش ایرانی را آزاد کرده و از سوی دیگر 1.2 میلیارد پوند به یک بانک خصوصی ایرانی پرداخته. چرا این تحولات منوط به آزادی نازنین نشد؟ سوالی که در جواب به آن معاون وزیر خارجه بریتانیا گفت بریتانیا هر کاری که از دستش بیاید برای آزادی خانم زاغری انجام خواهد داد. موضوع خانم زاغری چند هفته پیش در ملاقات نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری ایران در نیویورک مطرح شد. ایران گفته است که حاضر است در چارچوب مجموعه اقدام‌هایی که همه مسائل بین دو کشور را حل کند، خانم زاغری را آزاد کند. از جمله پرداخت حدود 400 میلیون پوند که ایران از بریتانیا طلب دارد، به علت سفارش تانک‌های چیفتن که هیچ وقت تحویل داده نشد. در مجلس دیروز سخنگوی سیاست خارجی بریتانیا از حزب کارگر هم ایران را به علت آنچه که گروگانگیری خواند محکوم کرد، اما از دولت خواست که مسئله پرداخت بدهی به ایران را هرچه زودتر حل کند تا مسئله خانم زاغری را بشود به عنوان به گفته او یک مسئله بشردوستانه حل و فصل کرد.
جنبه‌های حقوقی این پرونده روشن است. این پول را ایران از ما طلب دارد. خزانه‌داری هم این پول را برای پرداخت کنار گذاشته. آنچه که باقی مانده تعیین مبلغ دقیق این بدهی است و پیدا کردن راهی برای پرداخت این پول به ایران بدون نقض تحریم‌ها. مسائلی که دادگاه‌ها نمی‌توانند آن را حل کنند. در تهران گابریلا حالا قرار است برای شروع مدرسه به بریتانیا برگردانده شود. این در حالی است که خانم زاغری دیروز در زندان اوین در مقابل یک کمیسیون زندان برای بررسی وضعش حاضر شد. هنوز رأی این کمیسیون که میتواند او را به علت گذشته دو سوم از مدت زندانش آزاد کند روشن نیست. کسرانجی بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در پی خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه، شبه نظامیان کرد میگویند برای دفع حمله احتمالی ترکیه همکاری با دولت بشار اسد را بررسی می‌کنند. دولت افغانستان میگوید آسم عمر، رهبر القاعده شبه قاره هند، دو هفته پیش در حمله نیروهای افغان و خارجی به یک پایگاه طالبان در هلمند کشته شد. در ادامه این برنامه، چالش از بین بردن توده‌های عظیم چربی در فاضلاب شهری. در لندن اعتراض فعالان اقلیمی به خاطر کوتاهی در مقابله با گرمتر شدن وارد دومین روز شد. آنها میگویند قصد دارند به مدت دو هفته هر روز با تجمع و تحصن در مرکز شهر و نافرمانی مدنی سیاستمداران را وادار به واکنش کنند. پلیس از دیروز حدود 300 نفر از معترضان را بازداشت کرده. سیاوش عدلان از مرکز لندن با ما. سیاوش، الان آیا وضعیت اونجا آرومه یا اینکه مثل دیروز پلیس برخورد کرده با معترضان؟ رانا، تا همین نیم ساعتی که من اینجا الان بودم دست کم 10 نفر رو دیدن که بازداشت شدن و این شمار کل بازداشت شده رو از دیروز تا الان به 400 نفر میرسونه. این دومین روز از این کارزاری هستش که این معترضان به راه انداختن. وعده دادن تا 2 هفته این وضعیت ادامه خواهد داشت. در بخش قبلی خبری من مقابل داونینگ استریت بودم، محل استقرار نخست وزیر بریتانیا، جایی که این فعالان اقلیمی تجمع کرده بودند ولی توسط تعداد زیادی نیروی پلیس مرتب به عقب رونده می شدند. ولی تصور بکن اینها اینجا تحصن کردند، عملا اتراق کردند، چادر آوردند و اینجایی که ساختمونی که الان من صحبت می کنم مقابلش ایستادم ساختمان وزارت دفاع هست و بنای یادبود جنگ جهانی دوم، جایی که دیروز معترضان خودشون رو به یک موشک هسته‌ای بریتانیا بسته بودند با این پیام که هزینه‌های بیشتری رو صرف مبارزه با بحران اقلیمی و کاهش گازهای گلخانه‌ای بکنید. از همین جهت تا 2 هفته آینده معلوم نیست چی بشه. وضعیت کمی آروم‌تر شده ولی در نظر داشته باشیم پلیس علاوه بر این که وظیفه داره مهار بکنه که این اعتراضات از کنترل خارج بشن، در این حال وظیفه هم داره که امنیت این معترضان رو تأمین بکنه و حق اونها رو برای اعتراض‌های مسالمت‌آمیز. سیاوش، اساساً در شرایطی که بریتانیا به شدت درگیر مسائل مربوط به برگزیت و خروج از اتحادیه اروپا است، اعتراضات اینچنینی چقدر گوش شنوا داره؟ ببین، اینا یک سال پیش اصلا کسی این گروه رو نمیشناخت، گروه شورش علیه انقراض. الان بعد از یک سال اینا تونستن نزدیک به 10 تا 20 هزار نفر رو بسیج بکنن. 6 ماه بعد از اون دور اول اعتراض هایی که مرکز لندن رو عملا به زانو در آورد و از اون موقع هم افکار عمومی الان تقریبا همه با مطالبات اینها آشنا شدن، همه میدونن که این گروه چی میخواد. هدفشون هم همین بود. هدفشون لزوماً نائل شدن به اون مطالباتی نیست که رسما اعلام کردن، اینکه بریتانیا تا 4 سال دیگه کلیه سوخت‌های فسیلی خودش رو کنار بذاره، اقتصاد خودش رو بر اساس انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر بچرخونه. میدونن که این عملی نیستش. بریتانیا گفته این رو سال 2050 انجام میده، ولی الان اکثریت مردم بریتانیا ازشون بپرسی که آیا موافق مقابله با بحران اقلیمی هستن، بحران اقلیمی جز اولویت هاشون هست، خواهند گفت که بله همینطور هست. منتها چقدر حاضر باشن که فداکاری بکنن برای این کار، چقدر حاضر باشن که از اون سبک زندگی خودشون بگذرن و اون رو تغییر بدن تا بتونن به اون هدف خودشون برسن، این یه مشکلی هستش که نه فقط در بریتانیا، در تمام نقاط جهان که با این چالش گذر از اقتصاد مبتنی بر سوخت فسیلی به اقتصاد تجدید پذیر، سوخت‌های پاک و تجدید پذیر هست، وجود داره.
و در نهایت فکر می‌کنی که درسته که به نوعی همه مسئولان تایید می‌کنن که چنین تهدیدی وجود داره، اما بسیاری نگران رأی آوردن در انتخابات بعدی هستن در اغلب کشورهای جهان و همونطور که اشاره کردی تأثیر اون بر رشد اقتصادی کشورها. فکر می‌کنی که آیا به مرحله ممکنه برسیم که اهداف کوتاه مدت سیاسی کم رنگ‌تر از اهداف بلند مدت اقلیمی بشه؟ کاملا این امکانش وجود داره. شما در فرانسه هم دیدین که وقتی یک سری تدابیر زیست محیطی توسط دولت به مورد اجرا گذاشته شد، در جمله بالا بردن قیمت بنزین، از طرف یک جنبش دیگه‌ای رو داشتیم. تمام کسایی که در این صنایع کار میکنن یا وابسته به اینا هستن اعتراض داشتن که چرا قیمت این سوخت‌ها بالا رفته. بنابراین این چالش‌ها وجود داره، ولی در عین حال بریتانیا هم یکی از کشورهایی بوده که در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای بسیار موفق بوده. به رغم تمام این چالش‌ها نسبت به سال 1990 بریتانیا حدود 40% از گازهای گلخانه‌ایش کم کرده و با وجود اقتصاد بزرگی که داره تقریبا اندازه ایران یه ذره بیشتر گاز گلخانه‌ای تولید می‌کنه، یعنی بهره‌وری انرژیشو بسیار افزایش داده. از همین جهت یک پروسه زمانبر هست، ولی این مقابله با زمان هست. شاید تا وقتی که همه سیاستمداران بفهمن که راه چاره چی هست و بخوان تدابیر رادیکالی رو اتخاذ بکنن، به گفته خیلی از این معترضان دیگه دیر شده باشه. اسمشون گروه شورش علیه انقراض هست و از همین جهت نگرانن که شاید تا اون موقع اون روند انقراض کلید خورده باشه. رعنا، متشکرم. سیاوش اردلان خبرنگار ما از مرکز لندن. رئیس شورای رهبران اتحادیه اروپا نخست وزیر بریتانیا را متهم کرده که امنیت و رفاه همه را با متهم کردن به گفته او احمقانه دیگران به خطر انداخته. دونالد توسک گفته که بوریس جانسون به جای این کار باید برای دستیابی به توافقی برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا صادقانه مذاکره کند. آقای جانسون تاکید کرده که بریتانیا باید تا آخر ماه جاری میلادی از اتحادیه اروپا خارج شود، با توافق یا بی توافق. مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا از امروز کارش را رسما آغاز کرد. پارلمان اروپا دیروز به جوزپ بورل وزیر خارجه اسپانیا رأی داد تا به جای فدریکا موگرینی سکان سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به دست گیرد. آقای بورل گفته که بر سیاست تحریم روسیه پافشاری خواهد کرد و بیشتر بر اروپای شرقی متمرکز خواهد بود. او برای سیاست خارجی ایران هم نامی آشناست. مهتاد فرهمند نگاهی کرده به مواضع او درباره ایران و سابقه بحث‌انگیزش در اروپا. سپردن کارگزاری سیاست خارجی اتحادیه اروپا به جوزپ بورل خبر خوبی برای ایران است. او طرفدار برجام و خواهان تلاش برای حفظ آن است. تصمیم اخیر ایران برای افزایش غنی‌سازی اورانیوم را نیز ناساز با برجام نمی‌داند. غنی‌سازی اورانیوم یه مسئله فنیه و انگیزه دیگه هم پشتش نیست. به نظر من وضعیت از اینی که هست بدتر نمیشه و هیچ وقت کار به جنگ نمیکشه. در نهایت عقل و منطقه که پیروزه. جوزپ بورل به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب ایران در توییتی جمهوری اسلامی را ستود که شمار باسوادان را از 35% به 84% و شمار دختران دانشجو را از 5% به 47% رسانده. او همچنین نقش آفرینی ایران در بحران سوریه را ضروری ارزیابی کرد. این حرف‌ها هم بر خشم اسرائیل از او به شدت افزود و هم بر دلخوری عربستان سعودی. جوزپ بورل از قوم کاتالان اما مخالف سرسخت استقلال کاتالونیا است. او که چند سال بود از سیاست کنار گرفته روی فناوری زیستی و انرژی‌های جایگزین کار می‌کرد، برای مبارزه با جنبش استقلال خواهی در کاتالونیا به سیاست بازگشت. جوزپ بورل، welcome to conflict zone. حتی وقتی در تلویزیون آلمانی دوچه وله در مورد زندانی شدن استقلال خواهان کاتالان به پرسش کشیده شد، با خشم گفتگو را ناتمام گذاشت. I'm not here just to give you the questions you want, minister. جوزپ بورل مهندسی است که اقتصاددان شد. نانوازاده‌ای کاتالان از روستای دورافتاده‌ای در نزدیکی مرز فرانسه است که دانشجویی نخبه شد و در دانشگاه‌های مهمی چون استنفورد درس خواند.
از کهنه فعالان چپ است که با به قدرت رسیدن سوسیالیست‌ها در اسپانیای دهه 80 میلادی وزیر شد و تا ریاست پارلمان اروپا پیش رفت. مرتضی فرهمند، بی بی سی. آنچه که در چاه توالت یا راهآب آشپزخانه سرازیر می‌کنید ممکنه دردسر بزرگی برای مسئولان شبکه فاضلاب شهری بشه. در بریتانیا دانشمندان یک توده عظیم چربی رو در شبکه فاضلاب کشف شده کردند که آزمایشش کردند. این توده‌ها که فتبرگ نام گرفته در نتیجه دفع نامناسب ضایعات شهری پدید میاد و در بسیاری از نقاط جهان سلامت مردم و شبکه‌های فاضلاب رو تهدید می‌کنه. نیکلاس نیکزاداد گزارش می‌ده. نبرد با یکی از هیولاهای دوران ما در دالانهای تاریک زیر شهر. این دشمن شبکه‌های فاضلاب فتبرگ یا کوه چربی لقب گرفته. اینجا در سیدموث جنوب انگلستان این توده چربی 64 متر طول دارد و تازه بزرگترین نمونه کشف شده هم نیست. بعد از 8 هفته تلاش کوه چربی را خرد کرده و در دانشگاه اکستر تجزیه و تحلیل می‌کنند. مؤلفه‌های اصلی آن طبق معمول چربی آشپزخانه و محصولات بهداشتی مانند دستمال‌های مرطوب که مردم با سیفون روانه شبکه فاضلاب می‌کنند. مردم در واقع روغن پخت و پزشون رو داخل سینک آشپزخونه می‌ریزن. توصیه ما اینه که با یه چیزی مثلا دستمال آشپزخونه پاکش کنید و در سطل زباله بندازید یا حتی در سطل زباله‌های بازیافتی تا به سوخت تجدیدپذیر تبدیل بشه. For making a renewable gas. اصطلاح فتبرگ را 2 سال پیش کارکنان فاضلاب لندن بر سر زبان‌ها انداختند و بعد از واژه‌نامه‌ها سر درآورد. وقتی یک کوه غول‌پیکر چربی را در وایت چپل شرق لندن کشف کردند. 250 متر طول و 130 تن وزن داشت. اینجا در شرق لندن کریس یکی از نامطبوع‌ترین شغل‌ها را دارد. به جنگ فتبرگ می‌رود با سنسور گازهای مسموم و ماسک اکسیژن. در هوای داغ و متعفن چربی گاز گوگرد ساطع می کند. وقتی مایعات به خارج پمپاژ شد اصل کار کریس شروع می شود. چون دیواره آجری صدمه دیده نمی توان از فشار آب استفاده کرد. پس باید با بیلچه چربی را از دیوار جدا کند. شبکه آجری فاضلاب لندن با 200 سال قدمت از زمان ملکه ویکتوریا یک شاهکار معماری است. اما از آن زمان جمعیت چند برابر شده و عادتهای خوراکی و بهداشتی دگرگون. امروزه چربی و روغن غذاهای سرخ کردنی راهی فاضلاب می شوند و دستمالهای مرطوب آنها را به هم می چسبانند و سفت می کنند. اینجا در بکتون شرق لندن بزرگترین تصفیه‌خانه فاضلاب اروپا است. اینجا هر روز 30 تن دستمال مرطوب و محصولات بهداشتی مشابه را از فاضلاب می گیرند. در این حال شرکت آب و فاضلاب لندن تیمز واتر ماهی 1 میلیون دلار برای حذف کوههای چربی هزینه می کند. خود شهروندان هم پارسال 52,000 بار برای رفع گرفتگی فاضلابشان به شرکت تلفن کردند. خلاصه این که وارد کردن ضایعات نامناسب و تجزیه نشدنی به فاضلاب در عمل حکم ریختن پول در چاه توالت را دارند. نیکلاس نیکزاداد، بی بی سی. با این گزارش جذاب و دیدنی این بخش خبری رو به پایان می‌بریم. ممنون که با ما هستید.